سلام بچه ها، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. امروز هم با یه قصه جدید اومدم واسه تون از کتاب قصه ما مثل شد. خیلی خوب. گندم و چاه. غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی و روزگاری دزدی برای بردن گندم کیسه بر دوش گرفت و از خانه بیرون رفت. او رفت و رفت تا به روستایی رسید که تا به حال پایش به آنجا نرسیده بود. با خودش گفت بهترین گندم ها هم در همین آبادی است. چون کسی مرا نمیشناسد پس کیسه‌ام را پر میکنم و دوست به خرمنهای گندم نزدیک شد. خرمن یعنی در اینجا مقدار زیادی گندم است که هنوز کوبیده نشده و کاه آن جدا نشده است. دوست به خرمنهای گندم نزدیک شد. زیر نور ماه نگاهی به آنها انداخت. کنار خرمنها چند چاه بود. دزد تعجب کرد که این چاه ها کنار خرمنها چی می کنند. هرچه فکر کرد عقلش به جایی نرسید. به هر حال در کیسه اش را باز کرد و تون تون آن را از گندم پر کرد. بعد کیسه را به دوش گرفت و به راه افتاد، ولی هنوز چند قدمی نرفته بود که صدایی شنید. از دایت تکان نخور، دزد بی‌انصاف. دزد در ترس کیسه را روی زمین انداخت و یک دفعه مردی را دید که با چوب روبروی او ایستاده. دزد گفت از سر من چه میخواهی؟ برو، مرا ترساندی. مرد گفت ترسیدی؟ تو باید از خجالت بمیری. چرا اومده این دزدی؟ گندم ها را کجا میبری؟ دزد برای آن که خودش را بیگناه نشان بدهد گفت چه حرفا میزنی؟ من و دزدی؟ این گندم ها را چند روز پیش خریدم و به خانه می رفتم که راهم را گم کردم. چطور راحت را گم کردی؟ اگر بچه ای؟ نه، من کورم. آدم کور راهش را گم می کند. مرد دست دزد را محکم گرفت و گفت بیا برویم پیش کت خدا. آنجا معلوم می شود که تو راست می گویی یا من. کت خدا یعنی بزرگ و ریش سفید روستا که در قدیم اهالی برای کارهای مربوط به روستا به آنها مراجعه می کردند. هر دو پیش کت خدا رفتند. کت خدا پرسید چی شده؟ مرد گفت کت خدا، من برای آبیاری رفته بودم که این مرد را در حال دزدی دیدم. یک کیسه گندم دوش گرفته بود و میرفت. دزد گفت کت خدا، این مرد دروغ میگوید. من یک آدم نابینا هستم. یک کیسه گندم خریدم که به خانه بروم. راهم را گم کردم و نمیدانم چرا از اینجا سر در آوردم. کت خدا پرسید چرا سر و وضعت کثیف و خاکی شده. گفتم که من نمیبینم. تو راه چند بار روی
روی زمین افتادم. چند خدا فکری کرد و گفت تو اگر راست میگویی که نابینایی الان نباید زنده باشی. چرا چند خدا؟ اگر نابینایی چرا توی چاهای خرمن آباد نیفتادی؟ خرمنهای گندم این آبادی کار کنار چاه هست. خرمن آباد یعنی نام یک روستا. دوز گفت نشنیدم چی گفتی؟ چت خدا گفت کور بودی کرم شدی؟ اگر کور بودی چرا توی چاه خرمن آباد نیفتادی؟ چطور یک آدم نابینا از کنار آن همه چاه می رود و سالم هم می ماند؟ اگر کسی برای انجام کاری غلط و نادرست و یا کاری که به سود اوست خودش را بی خبر و نادان نشان دهد، این زبان مثل حکایت حال او می شود. خداحافظ بچه ها.